سلام دوشنبه 26 بهمن 94 15 فوریه 2016 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه اعتصاب غذای خشک که توسط آقای سهرخیز در زندان از سه روز پیش آغاز شده با قطع داروهای ایسا سهرخیز که به عنوان اعتراض اونها را هم قطع کرده وارد مرحله بسیار خطرناکی شده که بازی با جان خودش ایسا سهرخیز داره میکنه و جای توجه و موج بزرگ جهانی داره برای نجات جان این روزنامه نگار شجاعم ایسا سهرخیز از ابتدای دستگیری این بار که بعد از چندیل سال زندان اتفاق افتاده تهدید کرده بود که اگر ظرف مخلط قانونی پرونده او آماده و آزاد نشه دست به اعتصاب غذا خواهد زد و به گفته پسرش مهدی از سه روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده عثمان اسماعیلی عضو کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباتن در دادگاه سقز به یک سال حبس تعذیری به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هم از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که اقدامات فوری در جهت تأمین آزادی دین و اعتقاد در ایران به عمل بیاید. وزارت خارجه امریکا هم در سالگرد حسر آقایان موسوی و کروبی و خانوم رهنور طی بیانیه خواستار آزادی این رهبران جنبش سبز شد موضوع دوم اینکه کنسرت موسیقی کاوه یغمایی در جشنواره موسیقی فجر بدون ذکر دلیلی لغو شده همینطور گروه تندر هم خبر داده از اینکه کنسرت این گروه هم لغو شده و از پریشب تا الان این سومین کنسرت موسیقی است که در جشنواره موسیقی فجر لغو میشه در واقع باید پرسید از وزارت ارشاد که اساسا چرا جشنواره موسیقی برگزار میکنه وقتی که نیروهای دیگر کشور مثل نیروی انتظامی و بیت رهبری و سپاه و گروه های وابسته به اینها و لباس شخصی ها و امام جمعه ها اجازه برگزاری کنسرت رو نمیدن و به جای وزارت ارشاد تصمیم میگیرن آقای اجهی سخنگوی قوه قضایی هم در کمال بی شرمی باید گفت در خصوص سعید زینالی که از هجده تیر سال 78 تا کنون توسط سپاه بازداشت و سربنیست شده عنوان کرده که این پرونده قبلا پیگیری شده مدرک جدیدی هم وجود نداره یعنی قوه قضایی ظاهرا مسئولیتی در قبال پاسخگویی به خانواده پدر و مادر و بستگان و دوستان سعید نداره همینطور آقای اجهی در این مصاحبه آقای روحانی رو هم که چند روز پیش بدون ذکر نام عملا مسئله قاچاق کالا توسط سپاه رو مطرح کرده بود به تشویش اذهانه عمومی متهم کرده و گفته مس... تشویش تشویش و عمومی توسط مسئولین عالی نظام جرمه موضوع سوم اینکه آقای جان سمیت رئیس اداره افک وزارت خزانه امریکا در گزارش به کنگره امریکا مطرح کرده که بیش از دویست فرد حقیقی و حقوقی ایران تحت تحریم قرار دارند و اینها دلایل حقوق بشری و تروریستی داره تحریمشون اما خبرگزاری رویترز خبر داده از اینکه به دلیل همین نظام پیچیده تحریم ها بانک های امریکایی اعلام کردند که فعلا قصد هیچ نوع معامله با ایران رو ندارند و این ماجرا بانک های غیر امریکایی رم که در امریکا شعبه دارند و تبدیلات دلاری از طریق امریکا باید انجام بدن با تردید مواجه کرده و علاقی به کار با ایران ندارند ضمن اینکه از بانک های ایرانی هم بانک صادرات صادرات لندن بانک مهر و انصار هم هنوز در تحریم های ثانوی امریکا قرار دارند و کشورهای و دیگه حق ندارند با اونها کار بکنند آقای نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان به برنامه بودجه هم عنوان کرده که در بودجه سال آینده قرار است از آستان قدس رضوی و قرارگاه ها و نهادهای های این مالیات گرفته بشه ایشون گفته 60 درصد اقتصاد کشور در دست این گونه محسساته و باید مالیات بدن این برای چندمین باره که دولت چون این چیزی رو مطرح میکنه و احتمالا امکان موفقیتش بسیار کمه به خصوص اینکه بزرگترین مؤسسات کشور که مالیات نمیدن مؤسسات زیر نظر رهبری و بعد هم سپاه هستند اما موضوع چهارم این که آقای روحانی طی صحبتی شاید برای دومین باره که به نوعی به انتخاب رهبر و جانشین بر آقای خامنه ای اشاره میکنه و عنوان کرده که برای انتخاب رهبری ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که حتی یک رای هم مهمه و به این دلیل از مردم خواسته در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنه مسئله بیماری آقای خامنه ای که منابع گوناگونی از درون حکومت میگویند صحبت چند ماه عمر ایشون هست به دلیل سرطان پیشرفته و نه چند سال موضوعی است که قبلا آقای دوری نجف آبادی آقای احمد خاتمی و دیگران هم زمزمه هایی از اون رو کرده بودند اصولگرایان خط تبلیغی رو که قبلا در خصوص انتخاب آقای احمدی نژاد به کار برده بودن رو دوباره در پیش گرفتند و صحبت از این میکنند که پولهای کثیف توسط کارگزاران سازندگی و آقای رفسنجانی داره وارد انتخابات میشه و کیهان امروز تیتر زده که خیز انتخاباتی اشرافیت و در درون مطلبش هم عملا کارگزاران سازندگی و حزب پشت سر آقای هاشمی رو به این متهم کرده این همون تاکتیکی است که در بار اول انتخابات آقای احمدی نژاد جلو آقای رفسنجانی هم این رو به کار بردن آقای هاشمی هم در لیست روحانیت مبارزه تهران نامش قرار گرفته و جالب آقای موحدی کرمانی در نامه ای که به ایشون نوشته به نظر به مراتب شایستگی های علمی اخلاقی و سیاسی مورد تایید جامعه روحانیت مبارزه تهران ایشون رو در لیست قرار داده حرفیده که تعارفاتی که این روزها خلاف فحش ها و حرفایی است که بسیاری از اعضای همین جامعه یا بقیه مسئودین و کارگزاران علیه آقای رفسنجانی میکرد. در صحبت آقای رفسنجانی هم دو بخش رو تلویزیون حذف کرده بود که ظاهرا یکی به اشاره ایشون به شمارش صندوق رأی بوده که تلویحا اشاره به تقلب داشته ولی از اون مهمتر نقل خاطره بوده که آقای خامنهای در مجلس خبرگانی که ایشون رو به رهبری انتخاب کرد گفته بوده مسئولیت نمیپذیرم و من طرفدار شورای رهبری هستم اما موضوع پنجم اینکه هم ایران هم سعودی کشور سوئیس رو به عنوان حافظ منافع خودشون انتخاب کردند سوریه به سازمان ملل شکایت کرده که وایت‌های ارتش ترکیه با سلاح سنگین وارد سوریه شدند و به کردهای سوریه حمله کردند جنگنده های عربستان هم اعلام شده که در پایگاه اینجرلیک که ترکیه مستقرن موضوعی که ایران اون رو یک بلوفه سیاسی دانسته آقای جان کری هم اعلام کرده اگر اسد آتش بس رو نپذیره برای کمک های انسانی جامعه جهانی دست روی دست نخواهد گذاشت اما آقای اوباما هم تلفنی با آقای پوتین صحبت کرده و از او خواسته که عملیات هوایش و روسیه علیه مخالفین قطع کنه تا آتش بس عملی بشه اما موضوع آخر اینکه آقای خامنه ای در دیدار با رئیس جمهور قنا عنوان کرده که برای آینده سوریه مردم سوریه باید تصمیم بگیرن نه آمریکا و اروپا از ایشون باید پرسید اولا چرا همین تجویز رو برای مردم ایران نمیکنند که مردم ایران برای آینده و قانون اساسی کشور حق داشته باشن تصمیم بگیرن ثانیا ایشون اونوقت خودش در سوریه چی کار میکنه و چرا پشت دیکتاتور سوریه علیه مردم سوریه ایستاده اما آقای جنتی هم در تلویزیون صحبتی که داشته فرمودند که انشالله روزی رو ببینیم که رهبری پرچم رو به امام زمان بدهد فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم فرمودند که نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات دخالت نمیکنند فقط 180 تا کرسی رو تا حالا سپاه مال خود کرده و دنبال بقیهش هم می گردند ضمن اینکه به دست شورای نگهبان دخالت هاشون رو در انتخابات خبرگان هم تا الان اعمال کردند دندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایران